به نام خداوند بخشنده مهربان و درود و صلوات بر پیامبر ما محمد مصطفی علیه الصلاه و السلام. عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان بیننده. خوش آمدین به برنامه خودتان، برنامه آیین زندگی. در این جلسه از برنامه آیین زندگی در خدمت جناب استاد عبدالقیوم ثابت هستیم با موضوع روش زندگی در اسلام. جناب استاد سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحاب اجمعین. اما بعد، قال النبی صلی الله علیه و سلم کلکم راین و کلکم مسئولون عن رعیته، صدق النبی کریم صلی الله علیه و سلم. منم به نوبه خود اولتر از همه سلام و عرض ادب دارم به خدمت تمام بینندگان خوب تلویزیون اصلاح که از برنامه آیین زندگی ما را بیننده هستن. انشاءالله که تا دقایق اخیر برنامه با شما خواهد بودیم. سپاسگزارم جناب استاد گرامی. بینندگان گرامی، شکی در این نیست که رشد و توسعه و پیشرفت یک جامعه رسیدگی عام تام به نحوه زندگی افراد این جامعه دارد. در این جلسه انشاءالله بر روش درست زندگی کردن در جامعه طبق هدایات و راهنمودهای اسلام خواهیم پرداخت و شما عزیزان هم در ما شریک می توانید بشید با شماره تماس 0729-1568. این شماره تماس در زیرنویس تلویزیونتان هم ظاهر شده است و موجود هست، از آنجا هم دریافت کرده می توانید 0729-1568. البته دقایق نخست برنامه در خدمت جناب استاد خواهیم بود، پس از این تماس های شما عزیزان و گرامیان را با خود خواهیم داشت. جناب استاد ثاقب صاحب، میشه روش درست زندگی کردن در جامعه بر ما به گونه کلی واضح بسازیم که از دیدگاه بر حال اسلام چگونه هست؟ یک انسان مؤمن و مسلمان باید چگونه در جامعه خود زندگی بکنه؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما آیین زندگی، اگر بخوایم که زندگی موفق داشته باشیم، این آیین زندگی خوب باشه، بعد ما به اقوال پیامبر صلی الله علیه وسلم نگاهی بیاندازین و همیشه مطالعاتی از چوکات اسلام داشته باشین. حدیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد زندگی کردن، حتی برای چیزی که توصیه کردن، چیزی که پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید که لیس منا من لم یرحم صغیرنا و من لم یعقر کبیرنا یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. پیامبر صلی الله علیه وسلم بسیار زیبا هم از برای بزرگان، هم از برای اطفال کوچک، هم امر کردن به کار خیر، نهی از منکر بسیار زیبا می‌فرماید که اگر ما بخوایم که در زندگی یا آیین زندگی خوب داشته باشیم، بتانیم که در جامعه‌ای که زندگی می‌کنین، با همسایه‌ای که زندگی می‌کنین، در داخل خانه که زندگی می‌کنین، به این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل بکنین. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که از ما نیست کسی که خردتر شفقت نکنه، بزرگتر احترام نکنه، امر به معروف و نهی از منکر نکنه. خب چه خوب میشه که اگر اولاد تربیه صحیح داشته باشه، پدر مادر زندگی خوبی رو بیاموزن و او را تربیه بکنن. طبیعتاً که وقتی اگر به جایی بره در سر درس و تعلیم باشه، بزرگتر از خود را بسیار احترام میکنه. اگر استاد هم یقیناً که استاد الگوه خوب و راهنمای خوب باشه و او هم شاگرد خود را بسیار شفقت و مهربانی میکنه. حتی اگر به کوچه بیرون میشه بچه، اگر در خادی همسایه زندگی میکنه، همین رحم و شفقت و احترام متقابل، بعد خورد در مقابل بزرگ، بزرگ در مقابل خورد، که شفقت و مهربانی باشه باید که داشته باشن. امر به معروف و نهی از منکر ای که وظیفه فرد مسلمان، پیر و جوان، خواهر و برادر، هر کدام میباشه که اینها برای خیر، برای بهتر شدن یک جامعه سالم، یک جامعه که آیین زندگی از اونها به نوع احسن موفقیت پیش بره، بعد کار خیر همیشه کوشا باشن. بله. و کوشش کنن که زندگی اول خودر، بدن همسایی خودر، دیگه جامعه خودر به رای خیر، برای اخلاق و معرفت و انسانیت و شرافت اونها دعوت بدن. همین میشه که هر کدام اگر بخواهند که زندگی موفق داشته باشند، باید که به دستورات اسلام، به دستورات این چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کرده چنگ بزنن و با همدیگر بسیار یک مهربانانه زندگی بکنن و زندگی خود در آیین زندگی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن پیش ببرن. در وقت میشه که امر و معروف باشه
با بزرگتر احترام باشه، با خوبتر شفقت باشه، اینجی میشه که همدلی و همه چیز ایجاد میشه. همین است که پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث دیگری میفرماید که شما در بین خود در جامعه که زندگی میکنین سلام کردن رواج بدین. بله، عرض سلام. سلام بین کنین تا حب شما سلام رو در بین خود رواج بدین که محبت ایجاد بشه. حالا اگر دو نفر خدا نکرده از همدیگر کینه و کدورت دارن، اگر یکی دیگر را سلام میکنه و طرف مقابل بسیار واکنش خوبی رو نشان میده، اگر این طرف هم با او واکنش منفی نشان بده و سلام نکنه، قول پیامبر عمل نکنه، کینه و کدورت زیاد میشه. انشاءالله با امید روزی که جامعه ما رو شما از همه عاری از کینه باشه و بتونن زندگی خود را موفقانه پیش ببرن. سپاسگزارم جناب استاد گرامی. 0725-1968 تماس گیره برنامه هست. شما هم میتونید نظریات خود را با ما شریک بسازید. البته زندگی مرفه و جامعه مرفه، جامعه سالم و زندگی سالم امکان پذیر نیست مگر در پی رهنمودهای اسلام. با اخلاق انسانی و اخلاق اسلامی ما میتونیم زندگی های خود را بهتر بکنیم و تغییر بیاریم، تغییر مثبت بیاریم در زندگی خود و همچنان در زندگی اطرافیان خود. یک لبخند به گفته استاد گوهن میتواند که شادی ما را به گونه درست و سالم منتقل بسازد با اطرافیان ما. به همین خاطر است جناب استاد که در حدیث شریف پیامبر می‌فرمایند که یعنی تبسم که فی وجه اخی که صدقه. بله، یعنی تبسم تو در روی برادر مسلمان تو هم صدقه است. جناب استاد گرامی، با همه آنچه گفتیم، به هر حال زندگی سالم و مرفه خلاصه در چی چیز ما میتونیم بگیم زندگی مرفه، زندگی سالم؟ خب چیز واضحه بینندگانی که فعلا ما را از طریق شبکه زیبای اسلامی بینن، من همیشه بسیار موافقم. بزرگترین رنجی که من میبرم از دست این ناهنجاری ها و بد اخلاقی که در جامعه میبینم. اگر ما چی چیز میتونه که یک جامعه رونق بده، یک خانواده رونق بده، همه چیز ما میتونیم که دستورات خود از شریعت مقدس اسلام درس بگیریم، از بزرگان دین درس بگیریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر میفرم بهترین نمیگه که سرمایدارترین باشه، بهترین نمیگه که مقبولترین باشه، بهترین نمیگه که خوشاندامترین باشه. چی میگن پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ میگه این من احبکم الیهی احسنکم اخلاق، بهترین شما در نزد من، میگه با اخلاق ترین شما نه. یعنی اخلاق در زندگی انسان بسیار تغییرات مثبت میاره، خصوصا پدر و مادر یک مدرسه بزرگ برای اولاد در داخل خانه است. بزرگترین مربی، بزرگترین تربیه گر، بزرگترین معلم، دانش آموز که تا لسان را زیاد میگیره مادره. لسان مادری بسیار تأثیر گذاره که لسان مادر میفهمه. مادر بعد همیشه با خشونت، پرخاشگری با طفل خود برخورد نکنه. بله. پدرم همچنین. همینه که درس اخلاق، درس مهربانی، درس محبت، درس صمیمیت، درس معرفت و جامعه شناسی، همسایه شناسی، خودشناسی از داخل خانه شروع میشه. باید پدر و مادر بسیار نقش مهمی در تعیین اولاد دارن. گرچه بس به سر اولاد نیه که اولاد چگونه تربیت میشه، اینه که در آغاز زندگی مهربانی از همون طفولیت شروع میشه و سطح علم هم برای پدر مادر بسیار مهمه. بهم. که زندگی بکنه. من در جامعه امروز میبینم که با هم دیگر در داخل بازار گفتگو میکنن، با کوچکترین گپی با هم دیگر بسیار واکنش نشان میدن. بله. به همدیگر بسیار واکنش نشان میدن که اونها به همدیگر میخوان یک جنجال بکنن. خب اگه خودگذری باشه، تعلیم باشه، مهربانی باشه، درسی که پیامبر صلی الله علیه و آله به مو حدیث بعد تک تک خانواده یاد بگیرن که پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمه که باید که شما خورتر با کلونتر احترام بکنه، کلونتر با خورتر شفقت و مهربانی بکنه. حال کن نمیکنه که پدر مادر باشن، همسایه باشه، هر کس که باشه در جامعه زندگی میکنه این باشه، این کار باشه، جامعه همیشه با مهربانی و خوشی چی میشه. حدیثی که شما قبلا بیان کردین، گفتین که امید تبسم کردن با روح یک برادر صدقه. آیا کسی میخواهی که پولی نمایه؟
چیزی نمیخواید. بله. فقط همین یک تبسم کردن، مهربانی کردن با یک گروه برادر مسلمان، او چقدر خوش میشه. نگاه کنین که الله تبارک تعالی به خاطر اون یک تبسم میکنی تو الله تو صدقه میده. پس اینه که مهربانی کردن و زندگی سالم و زندگی خوب رو پیش بردن و اخلاق حسن رو پیش بردن اینقدر نعمت بزرگی که حتی یک لبخند زدن به مثلا انسان صدقه میده. الله تبارک تعالی انسان صدقه میده که اون لبخند انسان بزنه. بسیار خوب، تشکر جزاک الله. استاد، یک موضوعی که مطرح هست در همین محور، به هر حال برنامه های تربیتی زیاده هم از جهت های مختلف برای جامعه گرفته میشه، تریون های مثل این تریون اصلاح ما و شما هم در جامعه وجود داره و ایده زیاده هم تلاش میکنند برای کاستن از ناهنجاری های موجود. با آن هم حجم ناهنجاری ها زیاد هست، زود افراد به سر احساسات و عواطف میرند و از احساسات خود کار میگیرند، کمتر میبینیم که افراد به هر حال دوراندیشی بکنند و از خود گذری داشته باشند. حتی یک موضوع بسیار بسیار کوچک بی اهمیت و آنقدرها که مهم هم نباشه، باز هم میبینیم که باعث میشه که افراد خیلی دست به کارهای بسیار کلانه بزنن. ما شنیدیم که مثلا به سر چند بشکه تیل مثلا چند نفر کشته شده، به سر یک مرغ مثلا چند نفر زخمی شده، به سر یک به هر حال یک بلر چند بلر پنجامنه خالی تیل او روز به دروازه خندار و در خندار چند نفر کشته شده بود. علت از اینا چیست جناب استاد؟ چرا جامعه‌ای که مؤمن هست، جامعه‌ای که مسلمان هست، جامعه‌ای که به هر حال اداره کار میشه به جامعه، چرا اینقدر زندگی رقم باشه؟ نظر شما. سوال شما یک سوال کردین که این سوال شما بسیار یک سوال بجایی که جامعه ما فعلا متاسفانه به هیچ چیز روبرو هم. بله متاسفانه. ما یک کشوری بودین، یک کشوری هستین که سالیان سال در فقر اقتصادی و فقر فرهنگی زندگی کرده، چیزی نمیدانستین، نیاز غیر نیاز معرفت چیزی نمیدانستین، و حالا هم که بزرگان بالا آمده کسی که تل میفروشه به سر یک بیلر خالی جنگ میکنه و به اطفال خورد نیه، اون کلونه، شاید به سن بلوغت و مکلفیت رسیده باشه. و کشور طوری هستن کمول مردم افغانستان چیزی که معدس میزنم از 100% یعنی 80% مشکل روانی عصبی دارن. علت چیه که فقر بیداد میزنه، کشتار انسان ها و دیگه مشکلاتی که در جامعه دامنگیر شده اقتصادی است، مردم رو به زیر فشار آوردن، صبر و تحمل مردم هیچی شده. خب هم باز شاید دلیل خوبی نباشه که اولا می اقتصاده که شاید برای اولاد خود 10 نفر 12 نفر خرج خود خانه داره، کرایه سرا میده، پول و برق میده، خط به جنجال باشه بیا داخل خانه بیا یا مثلا به اونجی جنجال بکنه چی بکنه، این چیز را ما نمیپذیرین. تنها رای عمده و اساسی و اصلی اینه که ما خود را از شریعت مقدس اسلام آگاه نکرد، ما خود را از سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم که چگونه زندگی داشتن و چگونه با اصحاب خود، یاران خود، بزرگان دین زندگی کردن، چی درس برای ما دادن ما نفهمیدیم، چیز درک نکردیم. فقط ما همیر گفتیم که ما باشون دیگه کسی نباشه، از ما کی بیتر، خودخواهی کردیم و نفس خود را همیشه و خود را بالا جلوه دادیم، گفته از ما کی بالاتره و گفتیم او کسیه که من در مقابل از او عدد اینه در مقابل من، همین نتونستیم که خشم خود را فرو بریم. آیا پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث صحیح میفرمان که گفتن پهلوان چی کسیه؟ بله. پهلوان چی کسیه؟ گفتن انسان های قوی جسم باشه که هر کس را بلد میکنه میزنه چی میکنه اینا، گفتن نه، گفتن پهلوان کسیه که لیس شدید و به صورت شدید از شدید الذی یملک نفس الغضب، میگه پهلوان کسی که در وقت غضب، در وقت خشونت نفس، یعنی عاطفی خشونت خود کنترل میکنه، در وقت گذشت میکنه خوب. اما این احادیث را کس ندانسته، با این رویش زندگی ندانسته که آیا ندانسته که اگر من جنجال بکنم به سر یک آتا که بسر یک کوچکترین چیزی که تم دکان خود دوی چیزی گذاشت تو برده بودم برده میدارم، همین خشومت برمیخیزه که آدم کشته میشه، نفهمیده که خون یک برادر مسلمان رختاندن، آبروی یک برادر مسلمان رختاندن چقدر بردشه، همین آبروی متقابل یک برادر مسلمان خود را دیدگاه سما نفهمیده.
عزت و جایگاه انسانیت و شرافت خود رو ما ندانستیم. فقط ما به دنیا آمدیم به خاطر چی؟ ما میگیم که روزی خوب پیدا بکنین، کار تجارت خوب باشه، شبم برم بخونه خودتر خوب اندیشه باشم، اما به جامعه سرکار نداشته باشم. هر کس گفزت قلدوری چیکار ما در مقابل از قلدوری بکنم؟ نه، پیامبر صلی الله علیه و آله بسیار شما مهربان باشین، بسیار عاطف مهربانی شما باید خیلی زیاد باشه. حتی با حیوانات، امروز در داخل کوچه و بازار در افغانستان اگر یک حیوان رو ببینید تیر میشه اکثرک، از خیر خوچی از شرق یک سنگ امور میزنه، اما شریعت مقدس اسلام میگه بعد به اون هم احترام باشه، حتی حیوان که داخل رحم بکنیم، رحم بکنیم. چی جا برسه به یک برادر مسلمان، چی جا برسه به یک خواهر مسلمان، چی جا برسه به یک همسایه دکاندار، چی جا برسه به سر یک چیزی بی ارزش بیلر خالی که 1500-200 افغانی قیمت از اونه، ما پرخوشگری میکنین، آبرو حیثیت از اون میبرین و شاید علت کوب بکنین و چی بکنین. علت اساسی همینه که ما به واقع گفتین مسلمانین، از اسلام چیزی نفهمیدیم. نه برات اسلام هست که اسلام به ما چی درس داده و اسلام ما چی میگه، اسلام به طور درست تعقیب نکرد. سپاسگزارم جناب استاد گرامی. دوستان گرامی، شما برنامه این زندگی را از تلویزیون استاب کنید سند مستقیم تماشا میکنید، فرصت دارید تا شما هم نکته نظرهای خود را با ما شریک بسازید و پیرامون عناصر جامعه موفق و مرفه با ما صحبت داشته باشید و شما چشم دید شما از جامعه کنونی ما چی هست، علت ها در عقب افتادگی جامعه ما چی هست. یک کتاب علامه ندوی رحمه الله دارند تحت عنوان مازا خسر العالم انحطاط المسلمین، عنوان از او بیت ترجمه های متعدد شد، البته این کتابشان یکی کندکاب در روزهای اجتماعی و سیاسی جامعه هم ترجمه هست، ولی در مجموع میخواهند بگن که عقب افتادگی مسلمان ها و امو انحطاط مسلمان ها چقدر آسیب رسانده برای بشر، بشر در مجموع چقدر در واقع خسران کرده برای که جامعه اسلامی عقب افتادند. حالا عقب افتادگی ما بر حال انحطاط جامعه اسلامی چی تأثیرات بر خود جامعه اسلامی داشته که به سر جای خود که بشر چقدر برش تأثیرات منفی داشته. در اینجا بسیار به پیامدهای ناگوار این انحطاط مسلمان ها بر حال اشاره میکنند و انسان واقعا افسوس میخوره که ما چقدر با این انحطاط خود، چقدر با این عقب ماندگی خود، چقدر با این مظالمی که در داخل جامعه اسلامی صورت میگیره ما چقدر برای بشریت جفا کردیم، چقدر برای انسانیت واقعا خسران وارد کردیم. جناب استاد گرامی، از بیسوادی شما صحبت کردیم، نقش بیسوادی در ناهنجاری های جامعه چی هست؟ هرچند وقتی ما از این فاکتورهای ناهنجارها میگیم منظور ما ایته نیست که باز نکات مثبت جامعه نداشته باشه، جامعه ما الحمدلله خیلی نکات مثبت برازنده هم داره که بعد اونها رو هم فراموش نکنه، ولی به هر حال همه ما میپذیریم که در جامعه ما ناهنجاری ها زیاد هست. نقش بیسوادی در این میان چی هست؟ نقش بیسوادی، حالا سواد رو من توجیه دیگر میکنم، بعضی میگن که فلانی سواد داره، خط میخوانه، خط نوشته میکنه. بله، هم خط خوانه هم خط نوشته میکنه، فقط میگن سواد همینه، کسی که خط نوشته بکنه که آدرس بخونه، این با سواده. سواد اصلی و اساسی اینه که یک مسلمان در جامعه اسلامی زندگی میکنه هم علوم اسلامی رو بدانه، درک و فهم از مفاهیم اسلامی داشته باشه، همه چیز رو بدانه. آیا برای مردم مقدور هست، در توانشان هست که همه چنین بیش با سواد شوند؟ چرا هست، بعضی میگن که فلانه کس سواد هم داره، با سواد خوب نوشتار داره، چرا او یک کار رو کرد؟ شما برای نگاه کنه کم دیده میشه و بین کسی که علوم اسلامی رو خوانده، هم سواد مادی هم سواد معنوی، چیزی که نوشته کنه همه چیز رو میدانه، از او خدای نکرده اشتباهی سر بزنه. ما به یک چیز ششوندید بگم، درس ترافیک استرام رانندگی میخواندیم، یک مدیر سیب ترافیک گومه تا به حال چهار سال شد در هیراتم نیدون که یک مولوی سیبیر بیارم اگم این تکر کرده. کدوم بس پرسان کردن که شما چی؟ گفته که ما همیشه و همیشه در راهی که میریم چیزی که شریعت گفته به مقابل مطابق شریعت میریم، مثلا میفهمیم که سرعت ما استقبال از مرگ مانه، جامعه رو ما خراب نمی کنیم، فکر روش مردم رو خراب نمی کنیم، همیشه با چیزی که تعادل ما کار میگیریم.
و سواد چرا؟ سواد بهترین چیزیه، سوادی که علوم عقیده فکر اندیشه اسلام به اسلام باشن. چرا الله تعالی میگه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ این بحثی بسر علمه که های کسانی که میدانن اون کسانی که نمیدانن برابرن. نه، یک کسی که میدانه او هیچ وقت از خشونت کار نمیگیره، از صبر و حوصله کار میگیره. و جامعه ما فعلا الحمدلله نسبت به سالهای دیگر، نسبت به گذشته، سطح علم و دانش سواد مردم رفته بالا، رفتن مطالعه کردن مجلات اسلامی، کتابهای فارسی رو مطالعه کردن، از فکر عقیده خود و سکونتی که میکنه در جامعه که زندگی بعد میشه، چگونه دارای چه شخصیت باشون، چگونه زندگی بکنن، چگونه با همسایه برخورد بکنن، حقوق همسایه، حقوق اطفال، حقوق پدر، حقوق مادر، همه چیز رو الحمدلله دانستن و بهتر شده. و این ناهنجاری هایی که فعلا بعضی نو صورت گرفته میگن که از طریق بیسوادی، درست است. اگر کسی برای درس و تعلیم نره و میره به اصطلاح ایراتی و قروتک میشه، حق و حقوق همسایه نمیدانه، همیشه گوش میکنه که این لد بزنه او لد بکنه، خب طبیعتاً اگه برد سواد بره، برد علم بره، دقیقاً او همیشه در فکر تعلیم و دانش کنه، او هیچ وقت با انسانهای بیجانشین نمیشه که از بیجانشین تر دیگه از او باشه، خودی از او بشینه، و همیشه در زندگی خب میتونه موفق باشه و در جامعه به طور احسن زندگی کنه. پس سواد و علم نقش عمده ای در جامعه داره و کوشش بکنن خانواده های عزیز، حالا حتی کورس های باز شده که خانم هایی که 30 سال 35 سال سن اینای قرآن عظیم شان ایران نداره، درس های اخلاق و تربیتی مثلا انجمن اصلاح که هسته میرن افتوار اشتراک میکنن، اونا چیزی میدونن، مثلا هفته فهم قرآن به هرات انجمن هست به نام انجمن اصلاح به نظر من اخلاق معرفت، اخلاق معرفت او برگزار میکنه. من خیلی کسار میشناسم که از درس از زندگی نمیفهمیدن، چیزی نمیفهمیدن، بی سواد بودن، حتی عملی رفتن نشستن صحبت رو گوش کردن الحمدلله اصلاح شدن. همین میفهمم که حق همسایه می چیشون، هفته روز یک موضوع صحبت میشد، ها موضوعات رو به فکر و اندیشه خود جا داده و حالا خود اصلاح کرده که این راهی که میرفتون غلط بوده و این راهی که فلان یا عالم مولیسه میگه این راه خوبه که میتونه که اصلاح بشون، او اصلاح بشه، جامعه اصلاح بشه. سپاسگزارم جناب استاد گرامی. بندگان گرامی، به هر حال فرصت داره تا شما هم نظرهای خود با ما شریک بسازید. شماره تماس برنامه در زیر نویس تلویزیونتون موجود هست، به شما قرارداد می‌کنم 0725-1968. فرصت دارین اگر می‌خواستید تماس بگیرید، به هر حال ما را از نظریات خود ما هم آگاه بسازید. جناب استاد گرامی، اگر یک جامعه مرفه باشه، جامعه سالم باشه، جامعه در حال از این حتی خود در بکشه، در حال توسعه باشه، پیشرفت باشه، رو به ترقی باشه، در این جامعه سواد در حال رشد بکنه، بی سوادی محو بشه، بی سوادی که شما از او تعریف دارین محو بشه، چی پیامدها و تاثیرات دراز مدت یا کوتاه مدت در این جامعه در حال مشهود است میتونن این تاثیرات رو در آینده ببینن؟ خب تأثیراتی که همه مردم با سواد بشن، درس و تعلیم رو یاد بگیرن، از نظام زندگی، از آیین زندگی خود چیزی بدانن، فکر و عقیده و اندیشه اسلامی خود رو بدانن، ما در انتظار همچون روزی هستیم که بمانند کشورهای دیگری، چی کفری چی اسلامی، خصوصا کشورهای اسلامی زندگی میکنه، ببینید که چقدر آرامش، چقدر آسایش، چقدر برخورد خوب دارن، زندگی میکنن. ما با امید روزی که این ملت ما از این به سرای آمیانتر و قلدوری ها، از این خودخواهی ها دور بشه و همگی برن با سواد بشن، همگی زندگی خود را بدانن. من خاطره بگم، در سرزمین حرمین شریفین بودیم سال گذشته، در یه هتل نشستیم که اونجا غذا بخورین، یک پیرمرد نشسته بود، این پیرمرد دیدم یک بچه داخل شد، به داخل هتل داخل شد، پیرمرد بلند شد، دست از این بوس کرد، دست از زیر بوس کرد، بعدن به عربی بهی گفت که از مدرسه آمدی، گفت بله آمدم. خدا کنه که اولاد خود رو اونا چقدر به سر کوشش میکنن، مهربانیشون میدن تا خود اولاد مهربان بالا بیایه. بعدن تن مدرسه بودی، بله مدرسه بودن، درس خواندم، گفت چی خواندی؟ گیر خواندم. گفت تو چی میخوای؟ گفت من چیزی نمیخوام. رفت دروازه موتر رو باز کرد، اور به داخل موتر شاند، اور برد طرف خانه. من بعدن از این عرب پرسان کردم، گفتم مقیم سعودی بود افغانی بود؟ گفت چی بود؟ گویی آدم گو طفل از اینه منتظر میمانه که تا طفل از این بیای از این جیربر میداره میبره به خانه چقدر بو اترام میکنه. حالا اگر طفل ما و شما از مکتب وقتی که میایه ساکر با کتاب یا قرآن از میشنم باشه، نمیکنه سر میخ بزنه، یا پدر بره و استقبال بکنه، یا مادر بره، یا برادر کلانتر بره که مدرسه رو چی خوندی چی نخوندی، میایه ساک خود به هر جا شد میندازه.
از کتاب هم پاره شد. کتاب از اون به سال تعلیمی یک سال تیر میشه، یک خط روی کشیده نمیشه. اینجا تا نصف سال شده کتاب پاره میکنن. خب بعد راهنمای صحیح باشه، معلمی که در مدرسه درس میده، در مکتب درس میده، بسیار متوجه اوضاع اجتماعی شاگرد خود باید باشه. به خانه که میای مسئولیت بدوش پدر مادره. اون مادر هم پرسان نمیکنه، اون پدر هم پرسان نمیکنه که تو امروز چی خواندی؟ امروز چی خواندی؟ بیا مغز تو نگاه کن، از قرآن عظیم شان چی یاد گرفتی؟ علوم اسلامی چی یاد گرفتی؟ ریاضی و فیزیک چی فهمیدی؟ اصلا به سالیان سال پدر چی نداره؟ ارزیابی نداره از اولاد خود که چی باشه. مثال اینترنت آماد و یک گوش های سیستم بالا آماد و همیشه گیم آماد و بچه بی مصروف شد، پدر نتونست که مدیریت صحیح در داخل خانه از اولاد خود داشته باشه. طبیعتا وقتی که بخشم وقتی که طفل 10 ساله میشه، 12 ساله میشه، بسیار روش به بازیه. بله بله، هم ذهن از او پاکه، همون وقت پدر میتونه که اولاد خود رو بسازه. چرا؟ تا 10 سالگی پیام مثلا میگه، 7 سالگی میگه شما او رو به نماز تربیت کنین. اگر 10 ساله شد نماز نخون، او رو بسیار کم تنبیه بکنین که برای، چون وقت رشد تربیت از اولاده، حافظی از او فعلا پاک، اگر هر طریقی که او اصلاح کردی اصلاح شده میره. و من چرا علت چیه که پدر ارزیابی نمیکنه؟ علت اینه که پدر بیچاره بی سواد، مادر بی سواد، صبح و شب برد معاشت و زندگی از اونه، او چیزی درک نمیکنه، نمیفهمه که از اولاد ارزیابی بکنه، چیزی پرسان بکنه. یقینا که اگر میخواین که نسل بعدی خوب بشه، 30 سال بعد، 40 سال بعد خوب بشه و همه مردم رجوع به علم بکنن، باید که در درس و تعلیم اولاد خود بسیار کوشا باشن و این برنامه هایی که امروز آماده اولاد خود را هوش بکنن. من یک فامیل بود بسیار از همسایا خوشم آمد، هیچ وقت نمیدوش طفل ازی از راه بیرا بره، همیشه مدیریت میکرد، فقط هفته یک شب الی دو شب اینا میرد به شهر بازی، یک تفری میداد، پس مادر خود میرد داخل خانه، نمیگذاشت که لباس ازی چتل بشه. خب این حال وقتی که این طفل با سواد، با دانش، با اخلاق، تمیزی، همه چیز بال بیایه، پدر 100% داخل کتاب نوشته ای که حق همسایه چیز صنف 10 و 11 12 شما نگاه کنه، اما صنف 3 و 4 و 5 در مورد حقوق آیا قرآن عظیم شان چی، همه چی احادیث پیامبر نوشته، خب اینها همه درس برای زندگی، در به شرطی که به سر و طفل عملی بکنن. وقتی که به سر و طفل عملی کردن، 40 سال بعد، 30 سال بعد، امیده که این نسل که حالا بال میآید، این نسل نسل تربیت شده، نسل چی بالا بیه. اما این کشور نمیشه، علت چی نمیشه که نمیگذارن بچه کلان میشه، جلد 12 فارغ شد میگن که برای دانشگاه درس بخون، حال میگن برای کار گیری. سپاسگزارم، بینید ما پشت خط هستم، بینید گرامی، سلام بر شما، خوش آمدن به برنامه. سپاسگزارم، بینید از این کار فرمایم در خدمت شما هستم، معرفی کنید. بینید گرامی بفرمایم، تماس شما هست. متاسفانه که تماس بینده گرامی ما قطع شد، مشکل تکنیکی ایجاد شد، انشالله تلاش بکنم هم دیگر تماس بگیرن، ما هم تلاش میکنیم که تماس از بینده گرامی خور و اصل بسنیم 0725-1968. البته با هم یک وقفه میبینیم، بعد از این در خدمت شما هستیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت شما عزیزان بیننده، خوش آمدین به ادامه برنامه آیین زندگی. جناب استاد گرامی، در پایان این برنامه اگر لطفاً توصیه های خود در نقطه نظر های خود در هم داشته باشون، پیام اخیر خود در خدمت ما و بینندگان گرامی داشته باشون. خب منم سلام مجدد دارم به خدمت تمام بینندگان عزیز، برادر و خواهر گرامی. بیس آخرین صحبت، بیس آخرین کلام، بیس برادر شما، بیس کسی که هر مسلمان مجبور و مکلفه که ادای مسئولیت در قبال دین خود داشته باشه، در قبال فکر و اندیشه و عقیده خود داشته باشه، همین توصیه‌ای که پدرای و مادرای که اولاد دارن در داخل خانه کوش کنن که درس محبت، درس جامعه شناسی و زندگی درست در اولاد خود بیاموزنن و در داخل خانه نقش عمده پدر مادر دارن که با همدیگر بسازن و زندگی با خشونت رو پیش نبرن که اولاد از او درس میگیره. بله.
برادرانی که چی کسی به کارن، در هر جایی که کار میکنن، اگر میخوان که به واقعیت همو همدلی و مهربانی همیشه باشه، چی خوب میشه از تو از خانه بیرون میشه، چی بیگانه باشه، چی از خودی باشه، چی همسایه باشه، چی غیر همسایه میگه سلام علیکم، میگه علیکم السلام، بسیار خوش آدم میایه. من در آخر من مختصر بگم، من بچه طفلا از همسایه چند تای کنار جو بازی میکردن، من یک گوشه از اخلاق پیامبر یک ذره نشون دادم، این چقدر اینها لطف کردن. بچه من تیر شدن، بچه گفت سلام علیکم، گفتم علیکم السلام، جگر خوبی؟ این طفل خندید، بسیار خوش شد. روز دیگر من از دور نزدیک شده تا به بچه نرسیده، بچه جا خبرن شد، گفتم مامای که به مامای جگر گفتونی بیامد. بله. نکنین که مهربانی تنها نمیشه به اولاد خود آدم بکنه. واقعا. تنها نمیشه به طفل خود بکنه، به برادر برادرزاده خود بکنه. چه خوب میشه به حیث یک مسلمان. بله. که همه ما اعضای یکدیگر هستیم، مسلمانیم. چی میشه که رویی که با طفل خود میکنی با طفل همسایه داشته باشه؟ واقعا. اگر دو طفل با همدیگر سر و صدا میکنن، نه چه طفل همسایه بزنه طفل خود رو نوازش بده، نه، بعد دست محبت به سر هر دو بکشی. بله. من بسیار آرزو دارم، یک بزرگترین آرزوم در زندگی همینه که روزی همین مهربانی در تمام جامعه زن و مرد اینها پیدا بشه. چی بشه؟ تو حال یک همسایه بچه خود خانه بیرون نمیکنه که نره بچه همسایه طور میزنه، از تو کلاندار بچه همسایه طور میزنه. خب اگر او مادر او پدر در داخل خانه بفهمه که او بچه همسایه بچه کاکاتونه بچه اماتونه و هم هیچ وقت جنگ نکنه سرسا نکنه، او خوب درس بده، آیا میشه که یک سنگ بردار به سر ابدا نمیزنه؟ توصیم بیس برادر کوچک شما، بیس خادم شما، بیس برادر شما، من ایر میکنم که با واقعیت بیم زندگی خودر مهربانانه شروع کنیم، بیم از اون قدیل انسانیت در درون خود زنده کنیم، انسانیت رو با واقعیت عمل بکنین، بیاین که اگر کسی بر ما به قول پیامبر هم قبلا فرمودن که بهترین پهلوان که کسی که خشم خود در ما وقت غضب فرو ببره، همون پهلوانی رو بیا ما بکنین که پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم در سرای محشر پیروز باشین که پیامبر به قول تو عمل کردم، بین این عمل بکنین که نمین حبکم الی احسنکم اخلاقا، دارای بهترین اخلاق باشین. اگر اینا باشه کار نمیشه، هر روز میبینین در دم کوچه جنگ، چیکاره وکیل گذر استاد، وکیل محل استاد، ارباب استاد، چیکاره حالا دی بچه همسایه جنگ کرده چند سال، حالا بچه کارونیان 20 ساله شدن، خب چرا اینا جنگ کردن؟ از علت اینه که اینا درس زندگی رو به طور درست نفهمیدن. الله تبارک و تعالی برای همگی ما و شما برادر و خواهر پیر و جوان توفیق ایر بده که همیشه مهربان باشین و جوان از خانه بیرون میشه که پدر موسیفی در راه مسجد میره دست از رو مهربانانه بوس بکنه و او پیرمرد بزرگ از خانه بیرون میشه طفل خرد در میره شفقت بکنه، با امید همچون روزی که همچون مهربانی ها همچون شفقت رو در زندگی ما باشه که ما بتونین زندگی خوبه، زندگی موفق داشته باشین، که دیگر ما به خاطر که یک موتر جون موتر دیگه میخوره کدام کار نشده، ناموس هم دیگر دو نزنن، با هم دیگر خشونت نکنن، لط هم دیگر نزنن، گذشت بکنن و از زندگی خود بفهم که نباید ما پرخاشگری و جنجال بکنیم که عواقب خوبی نداره و همون مهربانی و لبخند در روی هم دیگر بزنن، از هم دیگر تیر بشن. سپاسگزارم جناب استاد عبدالقیوم ثابت از حضور شما در برنامه. سلامت باشین، با عزت باشین. سلام باشین، با همچنان سپاسگزاری دارم از شما بینندگان گرامی. به هر حال دوستان که چگونه زندگی میکنیم گزینش به دست من و شماست، ما میتوانیم خوب زندگی خود را تغییر بدیم، ما میتوانیم که مثل یک نور در جامعه خود بدرخشیم. اگر من اصلاح شوم، اگر شما اصلاح شوید، اگر یکی دیگر اصلاح شود، جامعه به الماس خواهد ماند که نور از هر زاویه‌اش درخشش خواهد داشت. آن وقت است که همان مدینه فاضله که بسیاری از آن یاد میکنند وجود خواهد آمد و یقینا این هم امکان پذیر نیست مگر اینکه هر کدام ما تلاش بکنیم که روش زندگی از پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله یاد بگیریم. در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله، در زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله بسیار مشاهده میکنیم که کلانترین دشمنان خود را عفو کردند بعد از آن که مکه فتح شد و دشمنان سرسختشان که چقدر مظالمی که بر ایشان روا داشته بودند، اونا بر حال آمدند کنار اسلام و خیلی ها انتظار داشتند که پیامبر بزرگترین جزاها برایشان بدن، اما پیامبر صلی الله علیه و آله برایشان گفتن که اذهبوا انتم مطلقا، برای شما همه آزاد هستید، دست رحمت در جمع باشه. به این ترتیب ما از سیره پیامبر صلی الله علیه و آله
نمونه های بسیار بسیار بارزی داریم بر عفو گذشت، بر بخشش و رحم و شفقت بر دیگران، و خود پیامبر صلی الله علیه و آله در همه این عرصه ها برای ما شما الگو هستند. تلاش بکنیم که از این الگوی حسنه ما درس های مهم رو بیاموزیم و زندگی درست ما از سیر ایشان بیاموزیم و عملی بکنیم. تا برنامه دیگر شما رو به عزت اخم سپاریم.